آیا ترکیه محرم داره؟ یعنی میان سینه زنی انجام میدن؟ میرن هیئت یا نذری میدن؟ شاید هم تو صف قرار میگیرن و قبله میخورن سر. به نظرتون ترکا محرم دارن و عزاداری میکنن؟ حتما باید داشته باشن احتمالاً دیگه. پس بریم ببینیم ادامه ادامه ویدیو تا ببینیم که چی کار میکنن اینا. پس برو ببینیم. سلام و درود، خوش اومدیم به کانال مهندسا. خوش اومدیم به کانال خودتون. مرسی که هستیم، مرسی از کسایی که از قبل هستن و ویدیوهای ما رو میبینن و اینقدر پیگیرانه. دمتون گرم، واقعا عشقین. مرسی که اینقدر بهمون عشق میدید. خب موضوع اصلی امروز، ویدیوی امروزمون راجع به محرم و عزاداری های ترکیه. یه چیزی که خیلی جالبه اینه که خود ترکا به محرم یه جور دیگه نگاه میکنن و اونم یعنی من خودم شخصا واقعا تا قبل از اینکه راجبش بخونم نمیدونستم و اونم اینه که من خودم شخصا و فکر میکنم خیلی از شمایی که دارین میبینین فکر میکردین که خب محرم یه دونه واقعه عاشوراست، ولی اینجوری نیست. چجوریه پس؟ خیلی واقعه مختلف افتاده. مثلا من اینجا آوردم که بهتون نشون بدم. مثلا میگن حضرت یونس زمانی که از شکم ماهی میخواست بیاد بیرون توی ماه محرم بوده طبق تحقیقاتی که کردن. حضرت موسی زمانی که میخواست از دریا رد بشه اینجوری زد دریا شکاف خورد، توی واقعه محرم بوده. یعنی توی دهه که نه، یعنی توی ماه محرم بوده از ماه قمری. میگن کلاً اتفاقات خیلی مهمی که بله. توی این ماه. یا مثلا خود حضرت نوح بود توی کشتی بود بعد رسید به خشکی، توی ماه محرم این اتفاق افتاده. یا مثلا حضرت ابراهیم زمانی که بت‌ها رو شکست اینم تو ماه محرم بوده. حضرت یعقوب و یوسف زمانی که همو دیدن بعد از یه مدت که دیگه خیلی از این اتفاق افتاده بود بعد از این همه سال اونم تو ماه محرم بوده. حضرت ایوب توی ماه محرم بیماریش خوب شد و تمام این اتفاقات. و واقعا اینجوری به محرم نگاه میکنن. اول از همه قبل از اینکه بخوام راجع به عزاداریای محرم تو ترکیه بگم، میخوام راجع به مرگ و میر و عزاداریاشون که مثلا ما داریم توی مراسم ختمشون اینجوریه که مثلا کسی که فوت میکنه و به رحمت خداوند متعال میره اینطوریه که همون روز میشینن جلو در خونه اهل عزا، اهل فامیل میشینن جلو در خونه و قرآن میذارن و قرآن گوش میدن و برای شادی روحش قرآن میذارن و بعد وقتی که میان مرده رو از جلو در خونه ببرن همه میان دعا میخونن و طلب خیر و برکت میکنن از مرده. اینجوریه که یعنی کلن اینا حتی واسه قیش و قمهای خودشون هم گریه‌زاری نمیکنن، تو سر هم نمیذارن، هیچ اتفاقی نمیفته. یه نفر خدا بیامرز شده میان واسه ازش طلب و خیر و برکت میخوان و میرن تو خونهاشو میشن. هیچکی واسه هیچکی گریه نمیکنه و به این باورن که این اتفاقی که افتاده خوشیومنه، این آدم به اون چیزی که باید میرسیده رسیده. به زبون خودشون یعنی کلماتو میگن تقدیر الهی. آره. این تقدیر الهی خودمون تقدیر میگن. آره. تقدیر الهیش بوده و اصلا این باید اتفاق نفته و خدا رو شکر که اتفاق افتاده. و حالا از بحث دور نشیم و اینو گفتیم چرا؟ چون که اینا کلن چیزی به نام عزاداری قبول ندارن. یعنی تمام فامیلای درجه یک هم زمانی که یکیشون میمیره چیزی قرار نیست واسه خودشون زاری کنن و این اتفاقو بدونن که آقا وای ما الان دیگه اینجوری شدیم اونجوری شدیم. یعنی مرتبطش با موضوع محرم اینه که خب اینا کلا اصلا اون چیزایی که ما دیدیم و واسمون رقم خوردن رو ندارن. یعنی کلا چیزی به نام اون مراسمایی که بشینن گریه زاری کنن وای حسین وای حسین ندارن. یه نظریه خیلی جالبم دارن که اسمش عاشورا است. حالا این اسمش از کجا میاد؟ از همون اسمش یه جوری از روز عاشورا میان و نظرشون این شکلیه که با حبوبات و با مغزیجات و با تمام این چیزا، انجیر و گردو و اینا، یه آش خیلی جالبیه که با تمام این مغزیجات و اینا پخته میشه و خیلی هم خوشمزه است. یه چیزی مثل حلیم خودمونه. عکسش حتما اینجا میذارم. یه چیزی مثل حلیم خودمونه ولی محتویاتش بیشتره. توش انار داره، توش گردو داره، بادام داره، انجیر داره و چیزای دیگه که ما نمیدونیم و دقیقا نمیدونم. این آشو طرز تهیهش هم به این نیت درست کردن. میگن روزی که یعنی اونا توی چیزای عاشورا بوده دیگه، یعنی توی زمانهای تو تاریخ های، یعنی اونم که تو زمانهای همون
ماه محرم بوده دیگه. میگن وقتی که نو با کشتیش میاد توی خشکی، تنها چیزی که مونده بوده داخل کشتی اون روبات و اون مغزیجات و اینا بوده و گندم و اینا بوده، و میان با اینها یک آشی درست میکنن و این آش رو انگار که از اونجا میاد، یعنی مثلا یه چیزی که از اونجا میاد توی ذهنشون هستش و درست میکنن و بهش هم میگن آش عاشوره. آره، بعد گفتی از عاشورا میاد؟ من اصلا گوش میکردم. اسمش از عاشورا میاد. آها، بعد چه جالب، چه داستان قشنگی هم داره. از اون موقع یعنی کشتی رسیده تمام چیزهای قاطی کردن، خیلی قشنگ بود. و واقعا میگم تا قبل از اینکه ما خود مثلا اینا خودم مثلا خیلی تازگی داشت، چیزایی که من مثلا راجبش میخونیم خیلی جالبه که اصلا تمام این چیزایی که قبلش هم گفتم یا حتی این موضوع رو ما نمیدونستیم راجب محرم و اینکه همش توی این ماه اتفاق افتاده و خود این خیلی جالبه. حالا اینا رو بذاریم که راجب محرم و عزاداری اگه بخوایم بهتون بگیم، واقعا اینا من دیدم که احترامو میذارن، یعنی الان هر شیعه‌ای داشته باشه، حالا خودش هم یه مقدار خیلی کمی شیعه دارن، شیعه داشته باشن توی مسجدهای مختلف خب میتونن عزاداریشون رو بکنن توی این دهه و خب بالاخره نذری میدن و همه این اتفاقات، ولی کلن مردم عزادار محوری نیستن. چه کلمه سختی شد. آره، کلن مردم شادی پروری هن، عشقشون رو شادی هر جای شادی باشه استفاده میکنن و خیلی هم به عقاید هم احترام میذارن. اول از همه با احترام به تمام دینا و تمام عقایدی که بینندگان عزیز من محترممون دارن، اول اینکه ما کاری به چیزی که خودمون اعتقاد داریم نداریم، ما کلا داریم یه چیزی که هست و راجبش تحقیق کردیم و پرسیدیم و ازشون اعتراض کسب کردیم، ما داریم این اعتراض در اختیار شما قرار میدیم. کلا به این صورت هستش که وقتی میگه که کلا شادی پرور نه اینا، یعنی نمیدونم، شاید میدونم ماه محرمه ولی چیز بدی نمیدونن این اتفاق رو. آره. تمام این اتفاقات رو بد نمیدونن، حتی عزیزترین کسشون که توی ترکا جناب آقای آتاتورک هستن. آره. آتاتورک عزیز، آقای آتاتورک فوت کردن، روز مرگ آتاتورک هم اینجا نه تعطیل میشه نه اتفاقی میفته، فقط اون ساعت فوتشون به احترام ایشون خیابون ها بس، یعنی هر کی هر جایی که باشه، خیابون ها تو اتوبان باشن، توی ماشینا تو اتوبان باشن، تو هر جایی باشن، همونجا وای میسن و همه بوق میزنن. یک دقیقه است که ما پارسال فکر کنم ویدیوشو توی فضای مجازی گذاشتیم، حالا اگه باشه اینجا بذارم، اگه نبودم که هر کی هر جایی هست توی یک دقیقه فقط میایستن، یعنی همه ماشینا هر جایی هستن یا مغازه‌دارا، من چیزی که خودم دیدم میومدن بیرون مغازه ایستاده ادای احترام میکردن، ادای احترامش. دقیقاً. و خب توی همون روز ممکن بود که کنسرت شادی باشه یا اتفاقات دیگه باشه و هیچ کسی مخالفتی نمیکنه. حالا این آقای آتاتورک شاید واسهتون جالب باشه بدونین که بزرگترین مرد توی کشور ترکیه که خیلی خوبی بهشون کرده این آقای آتاتورک، و معنی اسمش حتی آتا به معنی پدر بزرگ میشه، درسته؟ یعنی پدر بزرگ ترکا، یعنی این لقبو بهشون دادن و از اینا واسه تون شاید جالب باشه که از بعد از اون به هیچ کسی اجازه ندادن حتی فامیلیش هم آتاتورک باشه، و این آتاتورک تنها اسم واسه این شخصیت قرار بود بمونه، یعنی قرار شد که بمونه تا الان، خیلی مورد احترام قرار میگیره، ولی حتی واسه مرگ این شخصیت خیلی مهمم تنها یک دقیقه ادای احترام میکنم. خیلی سرتون رو دارم دنگارم، بذارید حالت کلی رو بهتون بگم. اینجا چیزی به اسم عزاداری تو شهر ما حداقل وجود نداره، ولی تو استانبول اونجوری که من تحقیق کردم یه سری گروه ها هستن که ترک هستن و بهشون گروه های جعفری گفته میشون و با یه سری از گروه های ایرانی که شیعه هستن، اینا با همدیگه که اعتقاد دارن به این مراسم توی مساجد های ایرانی و مکان هایی که خودشون حالا صلح
هایی که میرن یا مکان های مسجد های ایرانی روز خود روز عاشورا تاسوعا رو فقط عزاداری میکنن. تاسوعا عاشورا آره تاسوعا عاشورا رو فقط عزاداری میکنن و غیر از اون دیگه اطلاعات دیگه ای ندارم راجبش. اگه شما اطلاعات بیشتری دارین برامون حتما کامنت بذارین، ما اطلاعاتمون در همین حد بود. و اینکه اینم بهتون بگم که کلن اگر هم اون کسایی که اعتقاد دارن به این قضیه و انجام میدن، کلن محیط و فرهنگ اینجا به این صورته که هیچ کس حق نداره ناراحت بشه، حق نداره گریه کنه، حق نداره ناخوشی داشته باشه و همه به هم کمک میکنن که خوشحال باشن. بله و همیشه یادتون باشه، یعنی مثل ترکا بیایم باشیم، حداقل ما تا اینجا رو دیدیم، قراره توی کشورهای بعدی بریم ببینیم و به شما هم بگیم فقط به هم احترام میذارن. گفتم چند بار توی به ویدیو عقاید هم خیلی احترام میذارن، یعنی کشور اهل سنتش خیلی بیشتر، حالا تو ایران معمولا شیعه بودن اکثرا، اینجا خیلی اهل سنت بیشتره، ولی با این حال خیلی احترام میذارن به شیعه. و بازم میگم هر کجایی که الان مساجد شیعه باشه، خب مساجد مختلف دارن دیگه، مثلا مسجدهای کوچیک توی اونا الان کاراشون عزاداریاشون رو انجام میدن، مراسماشون رو میگیرن و مردم دیگه هم دارن شادی و سرور رو هر کاری که دارن انجام میدن. نه این شادی و سرور اونا رو بی احترامی میدونه و نه اونی که داره شادی و سرور میکنه عزاداری اونا رو بی احترامی میدونه. درسته. مرسی. خیلی خوشحالیم که اطلاعاتی که دادیم بهمون. خیلی حالا سلامت باشیم. ما اصلا به عشق خودتون باور کنیم، میریم این اطلاعات رو در میاریم. تا اینجا اومدین خیلی ممنون میشیم که یه لایک خوشگل به ما بدین، سابسکرایبمون کنین، زنگوله رو ندادین بزنین، حمایتتون کنین، یه کامنت خوشگل برامون بذارید که ما انرژی بگیریم تا ویدیوی بعدی براتون آماده کنیم. خیلی دوستتون داریم، خیلی عشقی. تا درود دیگر. بدرود. میکروفون اومد برای یهو.